با سلام خدمت دوستان، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با سری ویدیوهای پاسخ به سوالات دوستان. خب اولین ویدیو رو اختصاص میدم به سوال دوست عزیزمون رضا جان. رضا جان پرسیده بودن که، البته این سوال ارسلان عزیز هم بود و یک سری دیگه از دوستان، که رضا جان اونو مطرح کرده بود که بعدا سایر دوستان هم اینو مطرح کردن که اسکرول تاپ یا همین انیمیشن هایی که میبینیم اسکرول کلیک میکنن و با یک اسموت اسکرول، یک اسکرول صاف مانندی به سمت بالا حرکت میکنه، این ماجراش چی است و چجوری انجام میشه؟ خیلی راحته. این من یک به پوشه اشتی داکسم میرم، یک پوشه ساختم به اسم اسکرول تاپ، داخل اون فایل جیکوری رو بذاره چون میخوایم از جیکوری استفاده کنیم. ایندکس رو بازش میکنم با سابلایم، محتویاتش رو پاک میکنم چون میخوایم الان کد جدید بنویسیم. خب یه فایل ایندکس پس من میسازم، از جیکوری هم میخوام استفاده کنم، فایلش رو جلو دست میذارم. خب میام اینجا داک تایپ HTML، خب تگ HTML هم رو میسازم، HTML تگ هیپ و تگ بادی. خب این چیه کلیمونه، درون تگ هیپ تایتل اسمشو میذارم اسکرول تاپ و یک تگ اسکریپتی میسازم SRCش یا سورسش رو قرار میدم روی همین جیکوری که اینجا داریم، اسمشو من بردارم. خب اول اینکه یه دکمه ای من ایجاد کنم دیگه، فایل CSS نمیسازم خب، چون همون کدای CSS رو داخل همین بخش هیت می نویسم دیگه، جینگولک بازی در نمیاریم، شلوغش نمی کنیم. خب واسه اینکه بتونیم اسکرول به دست بیاریم تو صفمون، لازمه که ببین الان من اسکرول ندارم تو صفم، خب لازمه کلی نوشته و چی بذارم. خب یه راه حل ساده واسه تون بهتون میگم که دیگه همون کار رو انجام بدید. تو کد CSS تون یه بادی رو میدید، هیش رو بذارید روی مثلا 3000 پیکسل، ارتفاع بادی رو میذاریم روی 3000 پیکسل مثلا. خب حالا ببینید من رفرش میکنم، ببینید خب الان دیگه چی رو دارم، اسکرول میخوره. بعد لازم نیست کلی نوشته بذارید اینا، حالا واسه تمرین میتونید همون هیو بذارید روی 3000 پیکسل تا به قول معروف خیلی راحت این چی بود باز شد، ببندمش. خب حالا یه تگ دیوی میسازم، آیدیشو میذارم اسکرول تاپ تریگر. خب تو همین استایل یک فرمتی بهش میدم، اینو من میگم که ویدش، این همون دکمه ایه که قرارش کلیک بشه که به سمت بالا اسکرول بکنیم. ویدش رو میدم 50 پیکسل، میخوام مربعی شکل باشه، پس هیش هم همون اندازه ویدش میدم 50 پیکسل. پوزیشنش رو من فیکس میدم، چون حالا اینو بهتون میگم چرا فیکس، میخوایم سر جاش ثابت باشه که وقتی اسکرول میکنیم از صفحه خارج نشه. پوزیشنش رو فیکس میدم و border رادیوسش 5 پیکسل، اوپاسیتیش رو میذارم روی 7/10، میخوام یکم میز محو شدگی داشته باشه. خب اینه رفرشی بکنیم ببینیم مثلا چی ساختیم. خب حالا اینو من چون رنگی بهش ندادم، بک‌گراند کالرش رو من سیاه میدیم بهش. خب ببینید به این شکل در اومد. خب میخوام یه فلش رو به بالایی هم توش باشه، حالا یا از فونت آیکون ها استفاده میکنیم یا اینکه میتونیم خیلی راحت خودمون اینجا کد نویسی کنیم. اینم یه راه حل after. خب display black
الان یک میخوام یک فلش رو بالا بسازم، دیسپلی بلاک، پوزیشنش رو ابسولوت میدم و کانتنت هیچی، بوردر سالید 10 پیکسل، 15 پیکسل بدم، 15 پیکسل، رنگش هم ترانسپیرنت محو شدگی. خب بوردر باتم کالر، رنگ شما میخوام فلش رو به بالا باشه، پس بوردر باتم رو بهش میدم، بوردر باتم کالر رنگ سفید، اینو رفرش میکنیم. ببینید به این شکل در اومد. خب حالا یکم میدمش اینورتر لفت 10 پیکسل. خب حالا دکمه همون ساخته شد. خب اینو الان من میخوام بذارم اینجا. خب اینو پس ما به این شکل در میاریم که رایت 50 پیکسل، باتم 30 پیکسل، پوزیشنش هم خب فیکس کردیم، سر جاش ثابت وای میسه. خب افتاد اینجا. ببینید پوزیشن فیکس مولا اینه که الان ببینید من اسکرول میکنم یه از صفحه خارج نمیشه. حالا ببینید اگه پوزیشنشو من فیکس نکنم ببینید چه اتفاقی میفته، خیلی راحت از صفحه میره بیرون. پس من اینو فیکسش میکنم که سر جاش وایس. خب دومین موردمون اینه که ما میخوایم این توالت عادی دیده نشه. وقتی یک کمی مثلا 100 پیکسل 200 پیکسل اسکرول میکنیم بعد تازه این دیده بشه. پس این من دیسپلیشو نان میکنم. خب پس این الان مخفی میشه. حالا از اینجا به بعدش رو باید با جاوا اسکریپت بنویسیم. میام پایین یک تگ اسکریپت دیگه میسازم تو همین هید، یا میتونید تو انتهای بادی بذاریدش، فرقی نمیکنه. اسکریپت ها رو یا تو چی میذارن یا یه فایل اسکریپت جدا بسازید متصلش کنید، هر جور راحتید. خب من به انتهای بادی میذارمش. خب کدی که مینویسیم این هست. جیکوری رو علامت دلار میذارم، document شی document. خب داد ریدی، وقتی که صفحه بارگذاری شد لود شد این فانکشن رو اجرا کن، فانکشن. خب حالا میخوایم که وقتی اسکرول شد اون اسکرول تاپ تریگر رو اینجا ببینیم. خب چیکار میکنیم؟ اول اینکه میایم شی ویندو رو انتخاب میکنیم. خب آن که میدونید یک متدی از داخل جیکوری که میتونیم ایونت ها رو مثلا هندلینگ کنیم، مثلا کلیک، موقعی که کلیک بشه جایی رویداد اسکرول رو ما میخواییم. خب پس چه ویندو رویداد اسکرول رو من میخوام برنامه نویسی کنم. خب و آرگومان دومش یک فانکشن بهش میدم که راحت بتونم کار رو دنبال کنم. خب حالا موقعی که میگم اسکرول انجام شد، ببینید خب من اینجا می‌نویسم console.log. این خب دستوری است که تو کنسول میتونیم بنویسیم. کنسول چی هست؟ F12 بزنید developer tool ظاهر بشه. ببینید هر کدومشون یه کنسولی دارن. خب اینجا همون چیزیه که میتونید دیگه از alert استفاده نکنیم، راحت میتونیم اینجا نشون بدیم. اینجا میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم. ببینید شی ویندو یک جیکوری یکی چیزی در اختیار ما میذاره به اسم تابعی به اسم اسکرول تاپ. این چی کار میکنه؟ اگه بهش مقداری ندیم، آرگومانی ارسال نکنیم، فاصله این لبه بالایی اسکرول رو اینجایی که موس من هست تا این اینجا رو برمیگردونه. الان ببینید اینجاست این صفر. الان ببینید من تو ذخیره میکنم، اینجا رفرش رو میزنیم. خب ببینید من اسکرول میکنم، ببینید الان داره میگه 100 پیکسل، الان من 185 پیکسل، یعنی از اینجا تا اینجا این فاصله بین اینا 185 پیکسل، میبرمش بالا ببینید صفر میشه اصطلاحا، یا همون الان اینجا زده 7 پیکسل. خب اگه مقداری رو بهش بدیم باعث میشه که
این اسکرول یعنی ما یک به قول معروف جایی واسش تعیین کردیم، قرارش میده دقیقا همونجا. خب به عنوان مثال من اینو از اینجا برمیدارم، میام داخل خود همون شی ریدی، میگم به محض اینکه داکیومنت لود شد اسکرول تاپ رو بذار رو 200 پیکسل، باشه بذارش رو 200. ببینید وقتی که لود شد اومد رو 200 وایساد. اصطلاحاً میتونیم پس یک مقداری بهش بدیم که اون مقدار تعیین میکنه که دقیقا کجا وایس. خب حالا پس میتونیم با اسکرول تاپ فاصله لبه پایینی رو از بالایی به دست بیاریم. خب حالا اینجا میگم که موقعی که اگر خب یا میتونم از کلمه کلیدی دیس استفاده کنم، اگه دوستانی آشنایی ندارن با این کلمه از همون ویندو میتونن استفاده کنن. ویندو کلمه کلیدی دیس دقیقا به همون شیء جاری که الان ویندو باشه در اینجا اشاره میکنه. خب پس اینجا من میام میگم دیس دات، واسه که اصلا دوستان گیج نشن همون ویندو رو مینویسیم، ویندو اسکرول تاپ. خب اگه فاصله اسکرول تا اون بالا خب بزرگتر از 200 بود، یعنی بزرگتر از 200 پیکسل بود، در اون صورت خب میام این اسکرول تریگر رو میخوام ظاهرش بکنم. اسکرول تریگر رو میذارم تو سلکتور جی کوئری و از تابع شاو استفاده میکنم برای نمایش دادنش. خب اسکرول میکنم، باشه اسش جا موند. حالا ببینید الان بالا. خب الان من اینو چی میکنم به صورت پیشفرض، خب مخفیه، موقعی که به یکمی میکشم به 200 پیکسل میرسه اینو نشونش میده. خب برای اینکه یکمی زیباتر بشه حالا میتونیم مثلا افکت هم بهش بدیم. اصطلاحا من الان اینو میکشم پایین اینجوری یه دفعه ظاهر میشه. حالا میتونیم از مثلا فید این استفاده کنیم، اینو با یک افکت نمایشی از بقول رو فید شدن، یعنی از محو شدن، حالت محو شدگی پارامتر اسلو رو هم براش اجرا میکنم، یعنی یواش نشوی این انیمیشن رو اجرا کن. ببینید اسکرول میکنم، خب نمایشش میده. حالا میخوام وقتی که رفت بالا اینجوری سیفت شد این کمتر از 200 اینو مخفی کنه دیگه. پس اینجا میگیم else، وگرنه اگه کمتر از 200 بود، بزرگتر از 200 اینجا گفتیم، اگه بزرگتر از 200 بود فید این نمایشش بده. خب اینجا میگه فید اوت، یعنی از بین ببر. خب توجه داشته باشید اینجا آی و او بزرگ نوشته میشن، فید اوت این اوش بزرگ نوشته میشه، اینجا اسلو. حالا میتونید اگه دلتون خواست حتی اینم ندید، هیچ پارامتری بهش ندید. خب من انجام میدم، ببینید ظاهر میشه، میبرم بالا مخفی میشه. خب حالا میخوایم وقتی که رو این کلیک شد با یک حالتی اصطلاحا خودش اسکرول بشه بره این بالا، چطوری این کارو میتونیم انجام بدیم؟ خب میام اینجا برای این اسکرول تریگر روی رویداد کلیکش یک کدی می نویسم به این شکل. اول خودش رو انتخاب میکنم، سلکتور دات کلیک. خب فانکشن، دوستانی که جی کوئری بلد نیستن اینجا حالا ممکنه یه سری چیزا رو ندارن، پس توصیه میکنم اول جی کوئری اگه نمیدونید اون رو یاد بگیرید تا بتونید مطالب گفته شده تو این ویدیو رو راحت ببینه. خب اینجا کلیک منو کمک میکنه که یک فانکشن رو بهش اطلاق کنم، یعنی تو رویداد کلیک اسکرول تریگر، یعنی موقعی که این کلیک میشه این اسکرول تریگر رو من کلیکش میکنم. خب واسه این اسکرول تریگر این کرسرش رو هم بذارید رو پوینتر که موقعی که موس میره روش به شکل دست در بیاد. ببینید من موس میبرم روش، ببخشید این من تو افترش گذاشتم، شاید ببریمش بالا. خب ببینید به شکل دست در میاد. خب حالا اینجا تو رویداد کلیکش این رو مینویسم. خب میگم body dot animate. خب این اینجا میخوایم بگیم انیمیت چیکار میکنه. انیمیت واسه انیمیشن ساختنه. خب اون چیزی رو که میخوایم انیمیشن کنیم تو پارامتر اول و تو پارامتر دوم سرعت رو میدیم، من همون اسلو رو میدم براش یواش این کار رو انجام بده. اون چیزی که میخوام انیمیتش کنم اسکرول تاپ هست و مقدارش رو هم میدم چقدر؟ صفر.
میخوام بگم هر چیزی که هست به سمت صفر بره و این رو هم یعنی خب به شکل آبجکت واسش فرستادمش. ببینید باید به شکل آبجکت نوشته بشه. اصولا هر مقداری که تو CSS میتونید استفاده کنید تو انیمیت هم میتونید استفاده کنید و این مقدار بهش بدید. حالا ببینید من میگم بادی، چرا از ویندو استفاده نکردم؟ ویندو بنویسید کار نمیکنه، حتما باید بادی یا HTML بنویسید، یعنی باید تگ بادی یا HTML انتخاب کنید. ببینید الان این پایینه، من کلیک میکنم روش، ببینید میره بالا، خودم میارمش پایین، دوباره روش کلیک میکنم میره بالا. این تو فایرفاکس ممکنه کار نکنه. چرا؟ تو فایرفاکس باید از HTML استفاده بشه. خب پس ببینیم دوتاشو با هم میذاریم اینجا، میگیم HTML کاما بادی، یعنی HTML و بادی یکیشون اونی که کار میکنه، انیمیت به سمت بالا، اسلو انجام. ببینید پس من الان اسکرول تاپ الان ساختم، بسیار زیبا با انیمیت خیلی راحت کار میکنه. میارم پایین، دوباره روش کلیک میکنم، ببینید راحت میره بالا. یک پس اسکرول تاپ چیز پیچیده ای نیست، خیلی راحت میتونید بسازیدش. من یک بار دیگه کد رو توضیح میدم. موقعی که ویندو اسکرول میشه، پنجره اسکرول میشه، اگه این اسکرول این آبیه خب از بالا بیش از 200 پیکسل فاصله داشته باشه، ببینید با تابع اسکرول تاپ مقدارشو میخونم، بیش از 200 باشه، فید این نشون میدم اون دکمه لازمو که برای اسکرول هست، تریگر رو اصطلاحاً. خب و الس اگه نبود فید ادخام یعنی اصطلاحاً خاموشش میکنم، از دید خارجش میکنم. و خود اسکرول تریگر میگم که وقتی که کلیک شد HTML و بادی، خب یک انیمیشن واسه شون میسازم، انتخابشون میکنم، میگم اسکرول تاپشون یعنی فاصله این آبیه، این فاصله بالاییش تا اینجا صفر بشه و سرعتش هم اسلو باشه. فقط توجه کنید که باید به صورت آبجکت بفرستیدش. ببینید من چجوری یک کروشه باز کروشه بسته و اینجا با کالن از هم جدا کردم. خب بس خیلی راحت من اون رفرشم میزنم، دوباره میارم پایین، ببینید کلیک میکنم میره بالا. یک توضیح در انتها بدم، میتونید اینجا عدد هم بنویسید، به اشتباه نکنم میلی ثانیه است، نمیدونم هزارم ثانیه است، واحدش چیه. هر هزار تا میشه یک ثانیه، فقط اینو بهتون بگم، هر هزار تا میشه یک ثانیه. یعنی من اینو بذارم روی 3000 تا، 3 ثانیه طول میکشه این انیمیشن رو انجام بده. ببینید الان من میکشمش پایین، میزنم روش، ببینید یواش یواش جون میکنه میره بالا، 3 ثانیه طولش میده. خب معمولا یا یک ثانیه میذارن یا همون اسلو رو بهش میدن، نمیدونم اسلو چقدر طول میکشه، ولی معمولا یا هزار بهش میدن. خب پس اینو اینجا هم تو فید اینو فید اوت هم میتونید عدد بدید. پس گفتیم هر هزار تا میشه یک ثانیه. خب امیدوارم که دوستان، رضای عزیز، ارسلان عزیز و سایر دوستان که دوست داشتن این مورد رو یاد بگیرن که چطوری میشه یک اسکرول تو تاپ، یک انیمیشن اسکرول تو تاپ ساخت، الان مشکلشون برطرف شده باشه. من ویدیو رو همجا نگه می‌دارم و میرم سراغ سوال‌های بعدی.